باشین، ما این آیتم رو باهاتون داریم. میریم با دو تا از استریمرهای خوبمون صحبت کنیم، یه قسمتی از کامنتاتون رو میخونیم. شاید نتونیم یه قسمتی از کامنتاتون رو بخونیم. خیلی دنبال استرس، من اولین بار این کلمه استرس رو که بچه ها نوشتن گفتن استرس بکن با من هم که اصلا چرا استرس داری، بعد افتاد که محمد استرس رو میگم و سعید بوک. من یه توضیح در روی دیوار بدم بهتون. ما اینجا این چون این قسمت رو ندیدین، ما 9 نسل صنعت گیم رو اینجا روی دیوار زدیم، از 1 شروع کردیم که پشته ولی دور رو میتونیم ببینین و میاد تا نسل آخر که تازه اومده و قیمتاش نجومیه و ایشالله میخریم و ایشالله میخریم و همینجا تمام میشه. و ما بتمن هستن، بتمن آرخام اوریجین فکر کنم واسه اوریجینز باشه اگه اشتباه نکنم، و گاد آف وار 2، ماریو که ماریو همیشه همین شکلی بوده، ویچر 3 و لجند آف زلدا. یه فکر کنم بچه ها توالایت گیریتوس رو گفته ای؟ آره؟ اون که میدونم میگم. خب چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی. همه چی عالی؟ عالی. استریما خوب پیش میره؟ بنز عالی. خب من یه سوال ازتون اول اینجوری شروع کنیم که خودتون رو اول معرفی کنین، حالا چیزی که بیشتر میخوام بچه ها بدونن یا میخوام بیشتر بشناسنتون، و اینکه چی شد که اصلا به استریم علاقه من شده؟ خب من سعید بوکم، 2 سال استریم میکنم. واقعا یه عرصه ایه که واقعا گیم میزنی و کلی هستن میبینن، خیلی حال میده. چرا که نه؟ چرا که نه؟ آره عالیه، یه چیز جذاب، یه کار خیلی جذاب باحال واقعا. سوال چی بود؟ در روی این بودش که سوال چی بود؟ خودتو معرفی کنه و چجوری علاقه من استرسم. بعد دلیل علاقه مندیم به استریم بود که همیشه گیم استوری مود و اینو بازی میکردم، خیلی واسم جالب بود که بتونم با یکی شیرش کنم تیکای جالبش رو، مثلا کتابی در رابطه بدونه گیمی میخوندم، واسم خیلی جالب بود این دیکه گیم با کتاب منطبقه و اینا، خیلی دوستشم اینجا شیر بکنم. با استریم آشنا شدم که اصلا دیگه بهشتم بود دیگه. عالی بود. یه سوال از سعید بود که بپرسم، شخصیه تو نگو چرا بگو که چرا جدی واقعا فورتنایت؟ بابا فورتنایت چرا واقعا فورتنایت؟ چرا اینقدر هیت؟ چرا بازی تک نفره؟ نه چرا فورتنایت؟ ببین فورتنایت واقعا یه بازی ترای هارده و واقعا جذاب اگه بخوای خیلی ترای هارد بازی کنی. چرا که نه واقعا؟ چرا فیفا؟ چرا من فیفا؟ من چرا فیفا واقعا؟ ولی واقعا گیمیه که خیلی خوبه. حالا این سیزنای آخر واقعا کمکاری کردن شرکتش، ولی واقعا جذاب بود. حالا سیزن چپتر 1 مخصوصا خیلی خیلی خوب بود. الان داره افت میکنه. ولی من هیچ وقت شاید باورت نشه ولی فورتنایت بازی نکردم. ولی خوب کاری کردی. شاید نمیدونم بازی کنی. آره به خاطر این میگم. آره اصلا کالاف هم خوبه به قرآن. کالاف هم جذابه. کلا بتل رویال من دوست دارم، ولی خب فورتنایت دیگه خیلی توش تونستم وارد بشم، به خاطر همین ادامهش دادم که قشنگ تا تش برم. یه بازی آدم باید فوکوس کنه که تا تش بره دیگه. نمیتونم 10 تا بازی پابجی نمیدونم کار همه رو بزنم. فورتنایت رو رفتم که قشنگ خوب بتونم توش وارد بشم، حرفه‌ای بشم. خیلی هم عالی. تو هم به ما بگو که چرا کلا بازیای تک نفره و چرا دوبله؟ تک نفره نمیرم، استوری مود بیشتر میرم. استوری مود یه چیزه، یه چیزی که کم داره معمولا میبینم استریماشو اینه که توضیح دربارش کنی. مثلا یه گیم گادی مثلا شادو وار همینجوری بری استریمش بکنی جذابیتی نداره. یه گیمیه که بکشه یه عالمه اورک داره همین، ولی فیلماشو بشینی ببینی قبل استریم، کتاباشو بشینی کل جلداشو بخونی، رو استریم توضیح بدی که این داستانش اینه، تاریخش اینه، این خیلی چیز مقدسی و اینا، واسه یکی که داری شیر می‌کنی طرف قطعا حال می‌کنه. بعد حیفه میدونی یه سری استوری مود واقعا حیفه. والهالا وای، والهالا رو بازی نکردم. خوب بود؟ بات بازی نکرد خداست گیم. یعنی دلستواز تبلیغ بیشتری شد، ولی واقعا والهالا ده هیچ دلستواز جلو. خیلی خوبه گیمش. بازی نکرد. یه سوالم بپرسم، سریال وایکینگ و اینا شما از استریماتون آفلاین بخش آفلاینش رو درست نمی‌کنید؟ یعنی مثلا ویدیو ریکورد کنم بذارم؟ آره ریکورد سیستم نمیکشه. من قانه شدم. یک بخش من قانه شدم. من روز اول استریمم رکورد دارم. بیشتر تیکای فانش رو ریمیکس میکنم. همه دارم یوتیوبی، اینستا یه چیزی بچه ها بخندن. اگه کلیپ بشم مثلا تیکای قشنگ، من به بچه ها گفتم مثلا دارین استریم رو نگاه میکنین، تیکای قشنگ بازی خودتون کلیپ کنید.
بهم بدین بفرستین بعد من اونو مثلا ادیتش میکنم میذارم. یه چند تا این کار کردم ولی زیاد نبوده. حق با شماست. من خواهش میکنم، خواهش میکنم. یه سوال ازتون داریم، این که استریمر شدن تو ایران چه حسی داره؟ خصوصا اینکه خیلی درد درد داره، فشار زیادی، خصوصا وقتی که خب خیلی ها با استریمر کردن اصلا آشناییت ندارن یا مثلا دیدشون حالا درست یا غلط که غلطه قطعا دیده کلاهبرداری بهش نگاه میکنه. ای بابا آره این چیزیه که هست دیگه. میخوام ببینم این دیده غلط و این فرهنگه اصلا جا میفته تو ایران؟ 100% خیلی پیشرفت کرده، مخصوصا آپارات واقعا کاری کرده که این زمینه استریمینگ تو ایران خیلی قوت پیدا کرد. ما دو سال پیش با محمد داشتیم صحبت میکردیم، محمد گفت من دوتا بازی کردم، من گفتم داشتم لیگ آف لژند بازی میکردیم، الان اینجاییم داریم با شما صحبت میکنیم. پس قطعا پیشرفت میکنه تو این زمینه، ما خوشبین هستیم واقعا. اینجا فرهنگش چیه؟ مثلا بلوتوث سبایل اومده بودن، اسم بلوتوث میاد ملت در میرفتن، مثلا فرهنگش باید جا بیفته جدید تو ایران دیگه. به هر حال فکر کنم 3 4 سال کلا تازه جون داره. اینکه تو ایران چه حسی داره واقعا درد داره. حالا بحث دلار واسه همه هم وسایلشون گرون میشه، قطعات کامپیوتری و وسایل دیجیتال 5 6 برابر گرون میشه. یعنی مثلا چه میدونم مثال یک کارت گرفتی با درد 20 میلیون تومان تو 90 جدید در میاد 100 میلیون تومان. بعد وقتی میاد تو ایران تو گارانتی هم دیگه نداری، خراب بشه و گریه کنی. یکی اینه، یکی مثلا یه دونه کشور خارجی یه رده از ایران بالاتر بخوایم بگیم مثلا ترکیه، یه گیمی وقتی ازش پیش خرید می‌کنی، یه گیمو پیش خرید می‌کنی، 13 روز قبل گیمو برات ریلیز می‌کنن، میگن مثلا تو یوتیوبری استریمری استریم کن هوادارات حال کنن. تو ایران لحظه آخر باز جانیش فرقی نداره، قشنگ دفنت میکنن. یه لحظه صبر کن. خیلی درد کشیدی. آره. جانم. سعید جونه. یه سوال ازت بپرسم. شخصی نه. شخصی ها هنوز مونده، هنوز وارد قسمت شخصی ها نشدی. سرویس استریم زیاد بوده. چرا آپارات رو انتخاب کردی؟ و تجربه استریم توی پلتفرم های دیگر آیا داری؟ و اگه داری که نظر تو راجع به اونام بهمون بگو. درست. من با سرویس آپارات رو لطفاً با سرویس های خارجی مثل حالا تویچ و اینا مقایسه کن و بگو عملکردش چجوره، آیا خوب داره پیش میره یا به جا داره بهتر؟ جا که داره از لحاظ نموداری بخوام بهتون بگم رشد آپارات اینجوری بوده، امکاناتی که حالا واقعا و اینکه ما مثلا با محمد اینا جلسه میذاشتن مسئولین آپارات میگفتن چیا نیاز دارین، چه چیزایی میخواین. خب و اینکه ما واقعا میگفتیم ما مثلا سابسکرایب میخوایم، یه نیازیه که همه مثلا پلتفرم‌های دیگه داره مثل تویچ و جای دیگه. و اینکه من کلا خیلی امیدوار شدم، دیدم واقعا داره میترکونه آپارات و روز به روز داره پیشرفت میکنه، چرا که نه. ولی خب مثلا یه سری امکانات دیگه مونده، جا داره، خیلی میتونن فضا رو بیشتر کنن، حتی از تویچ و اینا امکاناتشون رو بیشتر کنن، مثلا کیفیتشون رو خیلی برام بالاتر. حالا خیلی جالبه ها، ولی خیلی خوب شده واقعا. الان راضی کننده، واقعا راضیم. من هر روز دارم استریم میذارم، چرا نراضی؟ تو نظرت چیه؟ من همه جا استریم کردم، حتی سایت های ریزی که تو ایران پا گرفتم استریم کردم، تویچ، یوتیوب، آپارات. فرقاش ایناست به نظر من، شخص من شاید نظرم اشتباه باشه. تو یوتیوب کسی که میاد استریمت میبینه واقعا فنته، چون تو یوتیوب راحت نمیشه استریمر ایرانی پیدا کرد. تو تویچ کامیونیتی خودشو داره، آپارات هم کامیونیتی خودشو داره. آپارات یه زمانی واقعا فاجعه بود، الان خیلی از نظر من واقعا گاده. نظر شخص من بخواید الان از سیزن 2 آپارات فکر کنم 7 8 ماه شده، خیلی خوب شده. الان نظر من، فقط نظر منو بخواید، بخوام با تویچ مقایسه بکنم آپاراتو، به نظر من آپارات بهتره. فقط دوتا فرق داره، کوالیتیش فقط یکم پایین تر، حالا کیفیت تصویر و اینا، وگرنه خیلی خوب شده الان. خیلی عمالی. یه سوال ازتون بپرسم، شما کار اصلیتون استریم کردنه یا نه در کنارش کار دیگه‌ای دارین یا کار دیگه‌ای هم انجام میدین؟ و اینکه دارم بقیه‌ش اینکه خب آیا این قضیه میصرفه با هزینه‌های اولیه که خب شما مثلا دستگاهی که می‌خواید بخرین یا پول اینترنتی که میدین بابتش، آیا میصرفه اصلا این کار؟ ببینید استریم کردن یه هدف داره. اول از همه بهتون بگم مثلا شما استریم میکنین یه چیزی رو بهتون یاد میده، اینکه هدف بذارین
و طبق اون هدفتون پیش برین جلو. حالا بسته به هدف خود شماست که مثلا دوست دارین قطعات استریمینگتون رو ببرین بالاتر یا مثلا حالا دیزاین اتاق یا هر چیز دیگه، به خودتون بستگی داره چی باشه. ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه، اونجوری که استریمرهای خارجی که اونا اول اصلا این کارو شروع کردن حمایت میشن یا کارشون رو به جلو میره، ما کمتر از اونا هستیم، ولی شکر خدا خیلی خوب بوده. به عنوان یه کار میشه بهش نگاه کرد، چرا که نه. یعنی به عنوان یک شغل آینده دار آیا میتونین روش حساب کنین؟ آینده دار نه، چرا که نه، میشه. اگه همینجوری که داره رو به جلو میره ادامه پیدا بکنه، آره میشه. خب ولی اگه شل بشه مثلا، اهمیت داده نشه مثلا به استریمرا، یه مدار میاد پایین تر. ولی اگه با همین روند بره جلو، مطمئنن خیلی هم بیشتر از این میشه، مطمئن باشین. همونجوری که تعداد استریمرها خیلی زیاد شده تو این چند سال، همینجوری هم میریم جلو، اصلا تمامشون میکنیم. انشالله همین باشه. تو نظرت چیه؟ یکی کار اصلی سه در کنارش کار میکنی، واقعاش وقت نمیشه. یعنی اونقدر که دیگه باید فشار رو، تو یه زمانی به من گفتی که من این ساعت بگم، آره بگو، من چون وحشت کلا کم خوابم، مثلا 6 ساعت شاید بخوابم، 2 ساعت هم مثلا به خودم برسم، غیر 6 ساعتی که خوابم، 2 ساعتی که درگیر خودمم، کلا یا دارم ویدیو ادیت میکنم یا ویدیو رکورد میکنم یا دنبال ایده ام، یا دارم کتاب میخونم، مثلا این گیم داستانش چیه، کل تایمی که بیدارم غیر اون 9 ساعت کاملا پشت پی سی درگیر هستم. شب به عنوان شغلش هم بهم بگو. به عنوان شغل اگه منظورتون درآمدش، نمیدونم، به نظر من نه، چون به نظر من یر به یر میشه. اگه بخوای خیلی بها بدی به استریمت، بخوای میتونی هم سیو بکنی یه بخش واسه خودت. فکر کنم اصل هزینه‌هاتون واسه اینترنت باشه. اینترنت، خیلی تیمای جدید، آپدیت قطعات نجومیه دیگه. ولی میتونی یه کوچولو واسه خودت سیو بکنی، ولی اگه بخوای خیلی بها بدی مثلا هی پیشرفت اینا باشه، تقریبا یر به یر. تقریبا یر به یر میشه. چون باید با کوالیتی بالایی که مثلا گیمای جدید که میان بخوای سیستم تو ست کنی، باید مثلا گیم استوری مود جدید اومده بگه اوکی یه روز میکنه دیگه. نه میگه طرف استریمر شغلش اینه، و بیشترین کیفیت رو باید کیفیت رو ببر بالا. آره گرافیک بالا، آره دیگه میخواد بیاد ببینه لذتش رو ببره دیگه، نمیخواد با. آره میدونم، آره منم هم فکرم اینجوریه که نمیدونم، چون تجربهشو نداشتم نمیتونم نظر بدم در موردش. من به نظرم یه دقیقه عاشفتو بالا پایین کن، صدا رو داشته باش. بریم ما با هم دیگه یه کلیپ ببینیم و باهاتون هستیم، برمیگردیم خیلی زود، خیلی زود. شنبه ساعت 18. خیلی خوب، یه آیتم دیدیم، برگشتیم به ادامه صحبتمون و سوالا سخت‌تر داره میشه انگار. یه سوال دارم که قبلش پرسیدم، آخاخش رو گفتی؟ صدا رفت؟ نرفته دیگه، دوباره بپرسم آخاخ بگم. یکی از دغدغه‌های اصلی استریمرها تو این روزا بحث ریفاند و دونیت. آخ آخ این دنبال این بودم. موزد راجعه ببین قضیه اصلا چیه؟ سلطان ریفاند اینجا هستم. بارم شما محمد کریم به دلار الان بخواییم حساب بکنیم، استارت کارم نزدیکا 5 میلیون به پول الان فیشینگ خوردم. بعد
بحث ریفاند و اینا کلا دو حالت داره. من به جات میگم آی آره کلا دو خرجش هم کردم نمیدونستم فیشینگ دو حالت داره، یا طرف دزدی میکنه درگاه فیشینگ میزنه، درگاه فیشینگ بهت مثلا دونیت میذاره، یا خیلی دوستت داره یا میخواد اذیتت کنه که اونو باید به هر حال پس بدی، کارش نمیتونی بکنی. این موضوع برطرف شد با این رمز پویا که دادن، تقریبا فیشینگ 1/100 شده الان بین استریمرا. مدل دیگه ریفاند اینه که مثلا یه دونه فردی تو خانواده، بچه‌ای تو خانواده میاد کارت یکی دیگه رو برمی داره دونیت میزنه که من اونو دایورت میکنم روی تربیت فرزندان، خودشون کنار بیان، اونو میشه پس نداد. خیلی یه چیزیه که واقعا اذیت میکنه. فکر کن یه استریمر رفته مثلا، فکر کن PS5 الان گرفته، بعد باید 5 میلیون برگردونه. اذیت کنندش اینه، طرف حساب کرد روی این پولی که اومده و خرجش کرده، الان صفر صفر شده، یهو یه طرف میاد میگه این حجم رو باید برگردونی، اصلا نمیشه واقعا. مثلا کجا بیا تو همون روز برگردونی و هیچ کاری نمیتونی بکنی واقعا، اصلا خیلی حس خیلی بدی داره، اذیتمون هم جنگ اعصاب دیگه. بمون فرقی نمیکنه حالا داخل کشور یا بیرون کشور، خارج تقریبا اصلا فیشینگ نداره، اصلا فیشینگ نداره. میتونی بانک چکات کنی که چرا فیشینگ تونستن بزنن. آها. به خودت نمیخوره. بعد ببین استریم کردن حدودا چقدر ازت زمان میگیره؟ زمانی که ازت میگیره، حالا تو که میدونم کلا زندگی تو استریمه، ولی زمانی که ازت میگیره و اینکه خب وقت خالی این شخصیشه، وقت خالی تو چی کار میکنی؟ یه بخشیشو نگو، اون بخشی که میشه بگی رو بگو. استریم کردن من خودم 4 ساعت فیکس میذارم، یعنی مثلا هدفم تارگتم اینه که هر روز یا یه روز در میون 4 ساعت توی آپارت مثلا ساعت 1 تا 4 استریم بذارم، ولی بقیهشو میخوابم. یعنی انقدر خسته میشی توی اون 4 ساعت، چون من خودم میدونم، محمدم میدونم که توی استریمش انقدر حرف میزنیم، انقدر انرژی میذاریم که واقعا نیاز داریم یه استراحت خیلی زیاد، مثلا 3-4 ساعت هم بعدش استراحت بکنیم. خیلی سخته، شغل سختیه واقعا، چون همش باید حرف بزنی، هیجان، چت بخونی، بازی کنی، تمرکزت. حالا من چون فورتنایت هم خیلی تمرکز نیاز داره، خیلی تمرکز میذاری، ولی خب از اون ور خیلی خسته میشه. اون ور استریمو واقعا کسی ندیده. ولی خب زمانهای خالی تو چی میکنی؟ زمانهای خالی من کلیپ میسازم تو اینستاگرام. گفتم من اینجا میشنستم. آره یه روز در میریم کلیپ میسازیم، ولی خب بقیهش اختصاص به استریم داره. استریم رو بیشتر دوست استریم جذابتر، زنده است. زنده است. تو نظر چیه؟ ویدیو کیفش بیشتر. تو که زمانه رو میدونیم. من آره، من تایم استریم که هر روز 6 تا 9 مثلا عصر بعد از ظهر، ولی همون 3 ساعت لایوم، ولی بقیه‌اش دیگه یه چقدر بگم مثلا 15 ساعت دیگه چیزی که میشه بگی. آره نه میگم تایم خالیت هم گفتی چیکار می‌کنی. 15 ساعت دیگه شو واقعا تو اتاق هم دارم میگم، یا ادیت می‌کنم یا رکورد می‌کنم، یا دنبال اینم که یه گیفت و نیت اوورلی اینو عوض بکنم. و داداشم دقیقاً حرف شما رو می‌زنه که آخر شب ساعت 12 میاد تو اتاق میگه خسته نشدی 15 ساعت تو این اتاقی؟ میگم نه ببین آکن، تو حوصلت سر کاری، حوصلت سر میره، میری تفریح میکنی. من واقعا تفریح همینه، یعنی هیچ تفریح دیگه قد این بهم حال نمیده. کار با همه دیگه، یعنی نه تفریح دیگه ای نیست غیر از این، اینقدر حال میده این حرکت بهم. یارو فردا میاد رو استریم میگه وای چقدر حرکت باحالی بود و اینا، خیلی حال میده. خب اگه نخوای استریم کنی سراغ چه بازی میری؟ چه بازی؟ دو تا دو. من لیگ آف لژند. اصلا یه بازیه که واقعا من استریم هم میبندم، استراحت هم میکنم، بعدش میرم لیگ آف لژند بازی میکنم. انقدر بازی جذابه، حالا واسه من ها، ولی بازی نیستش که بخوای استریمش کنی. و بازیه هم که استوری مود باشه، واقعا دوست دارم بازی بکنم، ولی وقت نکردم بازی کنم، ولی خیلی جذابه، آدم چیر میکنه. خواهشم بازی کنم استوری مود رو. گیم های خوبی پیدا کنم و بازی کنم، هم آدم چیل میکنه، هم میره توی فضای بازی، خیلی جذابه به نظرم. 100% دو تا دو زیاد بچه ها پای اون کسایی که مثلا با استریم هر رو هم دیگه میتره کنیم، میگیم میخندیم گیم ها رو میریم، هر تعدادی که هستیم، زیاد طالب دو تا دو نیستم. وگرنه من خودم دو تا هر روز استریم میکنم. اگه قرار دو تا استریم بکنم، یعنی اصلا استریم هم نکنم پلی بدم، روز 12 ساعت راحت پلی میدم. ولی میگم بچه ها پای دو تا دو نیستن، استریم نباشه قطعا میچسبم به دو تا دو، خیلی گیمش خوبه. بچه ها یه سوال، این تنشایی که خب یه چیزیه که هممون میدونیم پیش میاد، هست توی برنامه، اونم حالا من به حساب این میذارم که خیلی هاش شاید همه جای جهان عادیه، شاید تو ایران ما بیشتر میفهمیم، ولی تو همه جای جهان عادیه. چطوری قسمت چتتون رو مدیریت میکنین؟ بعد برخوردی که آره بعد برخوردی که با این فحاشی ها توی کامنت ها میشه،
توهین میکنم به ما. این آره این میخوام اینو بدونم که با همین فحاشیایی که میشه یا چیزهایی که میشه که خب میدونیم پیش میاد، باعث شده انگیزت هم کم بشه یعنی بیاد پایین تر؟ نه و حالا یکی که خیلی مثلا ممکنه همه قبولش داشته باشن کیه؟ مثلا بگیم رونالدو. به رونالدو هم میان دیگه بهم فوش بدن دیگه، ما که عددی نیستیم، خودمون میزنن دیگه، ما که عددی نیستیم. به خاطر همین دیگه خودش کم کم یاد میگیرن ملت دیگه، وقتی با چی حال نمیکنن به جای اینکه نظر منفی بیان بکنن، نه با کلا نظر بدن وگرنه تخریب میشن. خیلی راحت نکتهش همینه دیگه، یکی مثلا فوش میده خب به همون میزان مؤدبانه چیزی بهش میگیم که سری بعد دیگه نیاد. خب پس میگی نه خیلی مؤدبانه، خود بچه‌ها جوابشو میدن، لازم نیست ریاکشن نشون بدی. اینکه ناراحت بکنه نه واقعا اصلا به شما نه، این جواب دادن به نظر من بد نیست، یعنی گاهی اوقات لازمه که اومده طرف بفهمه کاری که داره انجام میده اینجا جای تخم خوردن نیست، یه جا دیگه بخور. به نظر من کسی که اومده استریمو ببینه اومده حال کنه، نه اومده کل کل نگاه کنه. همین که ریاکشن نشون ندی طرف حال بکنه با استریمو، به نظر من جذاب‌تره. الان ادمینا انقدر میان پاک میکنن اون چت هیتو، اصلا آدم هر روزی 90 نفر فقط بم میکنن ببین چقدر میان چیز میگن. ولی بعضی موقعا دیگه خیلی زیاد میشه. من مثلا توی فورتنایت ویکتوری هم میکردم، مینوشتن نوب، میمردم مینوشتن نو، ولی دیگه عادی شده واسم نوبم. ولی ادمین اومدن دیگه نمیبینیم حالا چت هیتو زیادتر از قبل، ولی بازم اذیت کننده. آره بازم اذیت تو دونیت مینویسن، نه چه کاریش کرد یه هیت تو دونیت مینویسن. سوال چالشی نداریه مثلا اسمن؟ حالا به من گفتن دکتر ریس، دکتر دیسپکت. آره خوب بازی میکنه. به نظرت استریمر باید توی بازی چه مهارت هایی داشته باشه که بتونه اونا رو استریم کنه؟ استریم گیم یا کلن استریم؟ کلن استریم. خب استریم کلن دو دسته است، یا کامپتیتیو پلیری سر اسکیلت نگات میکنه، یا انترتینمنت باید حال میکنن نگات میکنن. دیسرسپکت خیلی اسکیل خاصی نداره، ما انترتینمنت. آره انترتینمنت میگم کلا دو دسته، آدم خودش سلکت میکنه کدوم باشه دیگه. میگم اومدم با یارو ببینم حال بکنم گیمشو. شرات خیلی اسکیله، یعنی اصلا آدم جالبی نیست، میگن عجب گیمی داره. مثلا مثال خودمو مثال بخوام بزنم، من گیم داستانی میرم اسکیل که ندارم، یه جوری استریم میکنم طرف مثلا سرگرم شه، مثلا دو تا دو میرم اصلا آدم جالبی نیستم، فوکوسم رو گیم، طرف صرفا میاد اسکیلمو نگاه کنه. چی؟ من به نظر من که استریم بیشتر به خاطر شخصیت طرف میاد، و یعنی اون گیمر رو مثلا 10 نفر دیگه هم دارن بازی میکنن دیگه. مثلا حالا فورتنایت رو بگم، فورتنایت رو 10 نفر دیگه دارن بازی میکنن، درست میگه ها اسکیل خیلی مهمه، ولی خب اون شخصیت طرف باعث میشه که هر گیم دیگه ای هم که بره بیان دنبالش بکنن، ادامه کارو ببینن مثلا تو این گیم چیکار میکنه. و ریاکشن ها توی استریم خیلی مهمه، مثلا یه نفر رو اسنایپ بکنی چه ریاکشنی نشون بدی، همون کسی که آره خیلی رو این ریاکشنش کار کرده، مثلا میاد میکونه یه نفری هست مثلا اکتش معروفه ریج مثلا میکنه، میزنه کیبوردشو خرد میکنه، اینا جذابه واسه مخاطبا و هر کسی ریاکشن خودشو داره. فکر کنم همون ریاکشنی که طرف نشون میده، حالا هر چقدر به نظرم اگزاجره تر باشه بیشتر بیننده میگه. دقیقاً. یه چیزی بهتره کنه، یه چیزی بهش کنه. خراب کن. سمت ادا نره دیگه. واقعا یارو فشار خورده باشه، میدونی؟ فشار بخوری خیلی جذاب میشه. آره خود این آدمم واقعا این کارو میکنه. واقعا فشار میخوره و همون صورتش قرمز میشه، یعنی خون تو صورتش جمع میشه، انقدر عصبی میشه. خیلی خیلی خوبه، دورورش نباید رفت اصلا. به نظرت استریم توی فضای مجازی باید چطوری فعالیت داشته باشه؟ استریمر بله مرسی. خودتون چطوری تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنید؟ واقعیتش وقت بکنم که من تونتون سعی میکنم ویدیو خوب بذارم با کیفیت جالب و اینا، با کلی ادیت خنده‌دار و اینا. واقعاش من بیشترین فوکوسی که در روز دارم واسه تایمم رو استریمه، تایمایی که مثلا خالی داشته باشم از رکوردها استریم تیکای فانش مثلا روی سوشال مدیا، رو مثلا اینستاگرام جایی میذارم. اگرم تایم خاص خالی تر باشه باز خالی تر تایم داشته باشم، ریمیکسش مثلا روی یوتیوب جایی میذارم، کسایی که مثلا اصلا نمیشناسنم یه نگاه بکنن اگه حال کردن به استریمم سر بزنن. توی یوتیوب و توی اینستاگرام به نظرم بهترین حالتیه که حالا یه سری ها آشنا نیستن حالا با استریم، بیان مثلا بگیم که آقا استریم الان شروع شد، استریم مثلا فورتنایت داریم، بیاین بپاچین تو استریم. توی یوتیوب هم مثلا یه سری کارهای فانش رو بذاریم اونجا، بذاریم هم مخاطب از اون ور میاد، هم مخاطب مثلا از اینستاگرام.
از همه جا باید خیلی آشنا جذب باید کنی دیگه. الان آشنا کردن یعنی ما یه کاری کنیم که این قضیه بزرگتر بشه که خیلی هایی که نمیشناسن آشنا بشن، خیلی خوب میشه. میان آپارات داره این کارو میکنه، آپارات الان کمک میکنه، خیلی داره این کارو میکنه. راضی این از پلتفرم؟ الان نمرش مثلا از 10-9 باشه، پارسال از 10-0 بود. الان چقدر کمک کرد اصلا این خیلی واقعا ارزش داره. وقتی مثلا میخوان یه آپدیت بدن، میان مثلا با من و سعید و بقیه استریمر صحبت میکنن، پیشنهادتون چیه؟ بعد ما میبینیم دقیقا همون پیشنهاد انجام میدن، یعنی که دارن اهمیت میدن دیگه، میخوان آپدیت کنن. دمشون گرم واقعا. اهمیت دادنه واسه پیشرفت خیلی کمکه واقعا، هم پیشرفت خود سایت هم پیشرفت استریمرها. دمشون گرم. یه سوال بپرسم به صورت هندی که اگه دوستت بهت بگه من دارم استریم میکنم، فرار کن. نکن همینجا قضیه رو. ولی اگه بگه من دارم استریم میکنم و اول کارمه و حالا به هر دلایلی ایکس ایگرگ هرچی مثلا همون فحاشی یا هر چیز دیگه نامید شدم و میخوام برم چی بگی؟ فامیلیت علی خانی نی؟ میخوای بهش بگی آقا مثلا روحیه بده یا هر چیز دیگه چی بهش میگی؟ میگم تو خیلی بلایی و درد این حرفه نمیخوری، برو این کارش استرس زیاد داره، برو. کار سنگینیه. آخه میان مثلا ما رو میبینن داریم راحت استریم میذاریم، ولی واقعا راحت نیست، اون سختی کار رو نمیدونن. حالا یه دونیتی داره، یه هدفی پر میشه، مثلا میگن ما خیلی دلمون میخواست جای تو باشیم، بشینیم اینجا صندلی بازی کنیم. واقعا من دوست دارم تک تک ویوورها همچین شرایطی داشته باشن، انقدر گیم خوب و راحت رو بتونم بزن. ولی خب خیلی کسی که میخواد استریمر بشه کار سنگینی رو داره شروع میکنه، ولی مطمئنن اگه هدفش واقعا اگه اعصابش خوب باشه، هدفش رو داشته باشه، میرسه. چون محمد و من و محمد دقیقاً دو سال پیش شروع کردیم، 7 روز اختلاف شروع کردیم من و سعید، تقریبا با هم استارت زدیم همزمان بود. تقریبا خیلی هم شانسی نمیشناختیم هم دیگه رو، خیلی شانسی. فصلش بود بهمن، فصل برداشت اون موقع بوده. یه چند تا کامنت بخونیم. بله تایم هستش. چند سالتونه؟ کامنت میتونی چیز دیگه بخونی. اول اینو بپرسیم، آخه چند تا پرسیدم، بپرس چند سالشونه. من چند میخوره؟ منم همین جواب دارم. 75-77 کدوم 75؟ 75-77 من 75 75؟ من وقتی سنم رو نگفتم، گذاشتم یه ایونتی بشه رو استریم، یه دونه چلنج چیز بذاریم اون موقع بگم، بذار اسپویل نکنیم. نمیخوای بگیم؟ بذار بس اون موقع سیکرت. چه خفن هست. افتاد جلو. تایم هستش نظر بدیم یا نه؟ اگه چیزی داریم به عنوان حرف پایانی بزنین، چون ما حالا این بخش رو میخواییم ببندیم، میشه بزنیم. کامنت هارم که نمیتونیم بخونیم، سرعت زیادی بالاه برای همین. آره عادت نداری؟ نه داره یه جوری میره. آخه مثلا خوندنی نیست، مثلا این که حالا خوندنی نیست. آره ای بابا. بدیم حالا کامنت رو. آره اگر چیزی داریم بگین. ببین من نمیدونم واقعا در لولی هستم بخوام نظر بدم یا نه، صرفا به عنوان یه فرد نسن استریمر نظر خودم دارم میگم. کسی که میاد استریم میکنه کلا ممکنه دو تا دلیل داشته باشه، یا خیلی با این با استریم حال میکنه که قطعا منفجر میکنه آدم، کسی که علاقه داشته باشه میتره کنه، یا صرفا میخواد درآمدش داره این کارو میکنه. ببین اگه یکی میاد ازت حمایت میکنه، حالا هر نحوی میاد ازت حمایت میکنه، انتظار نداره ببینه این حمایت سریبت که اومده رو استریمت ببینه ادعاشمون مثلا یه دونه انگشتر مثلا 5 میلیونی خرید. واقعا این انتظار نداره کسی که ساپورتر حمایت میکنه، انتظار داره سریبت که میاد رو استریم ببینی یه چیزی اضافه شده، یعنی یه طرف اون حمایت رو برداشته خفن‌تر کرده استریمو. اگه با صرف کردن اون حمایت واسه استریمتون مخاطبتون اهمیت بدید، این آدمای حامی انقدر بزرگ میشن که هر روز استریمتون خفن‌تر بشه. اینکه از اولش دنبال این باشیم چرا من حمایت نمیشم حمایت نمیشم، کلا اصلا اوت میشه. اینکه ببینن به طرف اهمیت میدی، حمایتش هم داری یه جوری جبران میکنی که خود یارو خودت حال بکنی، قطعا هم به نظر من، واقعا نظرم فقط، به نظر من هم پیشرفت میکنید، هم طرف حال میکنه، هم خودتون حال میکنید. صرفا این نظرم هم. نه خوبه. آره تو چی؟ من به نظرم بخش حمایت و بخش چراغ استریمه، چراغ استریم روشن باشه، اون استریم روز به روز پیشرفته و پیشرفته و پیشرفته تر میشه. ولی چیزی که من الان برام جالبه اینه که الان چه میخندی؟ من کامنت داشتم. الان چیزی که برای من جالبه اینه که الان جامعه مثلا آپارات، جامعه استریمینگ، جامعه ویوورها دارن با هم دیگه متحد میشن. هر چقدر این بزرگتر بشه دایرهش، کلن همه با هم دیگه میریم جلو و با
واقعا دنیای گیم یه دنیای عجیب غریبیه که از دنیای واقعی یه ذره فاصله داره، ولی واقعا خیلی قشنگه. دوست داشتنی. خیلی باحاله، واقعا حال میده. آره روز به روز بازیایی میاد که میری به توی متن بازی میری واقعا میبینی چه دنیای بزرگی. ببین شل گفتی دوست داشتنیه، برو والهالا رو تجربه کن. نه واقعا آخه خب والهالا رو تجربه کن. درست فیفا باختم ولی بازی کردم با تو وکیل. ولی عشق کار ما اینه، ما عاشق گیمیم واقعا. واقعا واقعا با عاشق گیم باشی، یعنی قبل از هر چیزی گذاشتن کنار، هر چیزی رو بذار کنار، عاشق گیم باشی و مطمئنا توش پیروز میشی. اصلا بیا تموم میشه. یه سریع هم اگه بخواین یه نظر بهمون بدین، نظرتون درباره این برنامه و آپارات گیم چیه؟ تو یه جمله. تو یه جمله خیلی خوبه، جا دارم باز مثل همیشه که آپدیت داره میکنه آپارات بهتر کنه، باز جا داره که خفن تر شه و بهتر کنه. خیلی خوبه. ایده خیلی باحالی آورد واقعا که دعوت میکنین. الان وقت گذاشته شده دیگه. وقت گذاشته شده، این دیزاین باحال، اصلا آدم کیف میکنه بیاد اینجا. خب عالی. خیلی عالی. آقا ما یه دو تا صندلی بود. ای بابا. دو تا جایزه داریم براتون. بفرمایین سکه هست شما در نکن دیگه، خونه دیگه، خونه سکه تمامه؟ تمام تمامه تمامه شما کانتنت استریم جور شد. یس اسپانسر این کادو هم رومیز بوده، ممنونیم ازشون، خیلی ممنونیم و امیدواریم شما هم برنامه رو دوست داشته باشین و حال کرده باشین با برنامه. برای ما کامنت بذارین، هشتگ آپارات گیم شو یادتون نره. دو هفته دیگه باز باهاتون هستیم، امیدواریم بهتره کنیم و حال کنیم. با کدوم دور میخواد فسی کنیم؟ با این دور میخواد ادپه.